قدمجو یعنی آثارخانه ادبی استاد صدرالدین عینی در کوچه حمزه حکیمزاده شهر دوشنبه واقع گردیده است. استاد صدرالدین عینی در این حوالی سالهای اخیر حیاتش را یعنی از سال 1951 تا سال 1954 سپری نموده است. سه سال هم خاطره های خیلی رنگین دارد. سالهای آخری حیاتشون استاد عزیزی ما حیات خود را در انمی منزل سپری کردگی هستند. از سال 1951 تا سال 1954 با اهل بیت خیش خیلی حیات خوبی گذراندگی هستند. بگذار کم هم باشد خوشبختانه با مهمانان خود معرفی کرده می توانیم که در این منزل قدمگاه استاد است. دستگاه چوبی استحصال خزان بوده در آن سالها به هر کس دسترس نبود. از سبب که استاد سالهای اخیر بیمار بودند، طبیبان اجازت نمی دادند که استاد بیشتر دستی کار کند و همسرشان سیاحت بگیم در ترجمه اثرها با آن همین دستگاه چوبی با استاد یاری می رساند. زی لبه گورها از مرمری سردی مزارستان، زی خاک مردگانی مردتر از زنده در گوران، زی نقش حرکتی به نقش ناخون در تنی زندان، زی ساحل های بی دریا، زی دریا های بی جریان. تو ما را یافتی استاد، تو ما را کافتی استاد. این شخصیت بزرگ با بسیار از آثاری گرانبه های خود که امانند یادداشت ها که انسیکلوپدیای خلق تاجیک به شمار می رود، تمام جزء دوران گذشتن که دوره امیری را در این اثر خود نشان دادند. اشیاهایی که از استاد باقی ماندگی است همچون نگاره های نادر حفظ کرده می شوند، از جمله سر و لباس استاد که سالهای آخری حیاتشون استفاده بردگی هستند. سالهای 1940 تا 1951-54 عیناً اگر اهمیت داده باشید در همه عکس ها استاد خیلی خاکسارانه لباس پوشیدگی هستند، با همون توپی سری تاجیکانشان خیلی عادی، هرچند عادی باشد این کرباس تازه از پخته تازه که برای بدن خیلی مفید بخش است. وقتی که ما از کار و فعالیت استاد صدرالدین عینی برخوردار می شویم که چگونه در جاده زندگی عذاب و مشقت های زیادی را پسی سر کرده است و آنها را ما به چشم آمده، مثلا کتاب های استاد عینی را و آن رسم های را که از استاد عینی در آثارخانه واقف گشتند، آنها را ما تماشا می کنیم، با چشم خود می بینیم که این البته باز یک تأثیر خوبی مثلا برای ما گذاشته می تواند. هنوز در بخارا زندگی میکردن، خیلی همنشینان دوستان رفیقان زیادی داشتن که با یکدیگر تحفه ها میکردن، از جمله حاجی عبدالعزیز سمرقندی، یک شخصیتی که برای موسیقی کلاسیکی شش مقام خدمت ارزنده کردگی هستند، دوست و دوستی نزدیکی دوست و همنشین نزدیکی دوملوانی بودن که همراه بازم خود تشکیل میکردن و همین تنبوری که در دست من است، این تنبور از حاجی عبدالعزیز سمرقندی بوده با استاد عینی تحفه شده است. عصا خیلی زیباست، با نقره آرایش داده شده است. استاد صدرالدین عینی دو تا عصا داشت، یکی در خانه موزه شهر سمرقند، دیگری در قدمجویش شهر دوشنبه نگاه داشته می شود. یکی از نگاره های خیلی خورد و
بر زمین خیلی گرانبها ارزشش بی‌بها است در اسرخانه حفظ کرده می شود من بینید که قلمدان است هنوز در سن 6 سالگی از طرف پدرشون تحفه شدگی بود اکنون گوییم این نخستین تحفه ای که استادینی قبول کردگی بودند من بینید که سالها سپری شد جشن 139 سالگی استادینی را ما جشن گرفتیم این تحفه هنوز در سن 6 سالگی اقدام شدگی بود با استادینی خب انا میخیل نگوره ها خیلی خوب حفظ کرده میشن چون که برای نسل های میبادم آنها همچون یادگار بیمونند اون ذوق و شوق و رغبتی پسرشون رو دیده پدرشون با اون کس یک قلمدان تحفه میکند چون که بسیار میخواستن استادینی که تیزتر با نوشتن شروع کنند من بینید که یک چیزی خیلی زیبایی که تو هنوز ماهیت و نقش خودش هیچ گم نکرده است. سال 1951 در حیات فرهنگی خلق تاجیک حادثه فراموش نشونده رخ داد. استاد عینی و هم اسلکان او برای کشاده شوی اکادمی فنهای ریسپوبلیکای سویتی سوسیالیستی تاجیکستان سهم بی اندازه زیاد گرفتن و 14 اپریل سال 1951 نخستین بار اکادمی فنهای جمهوری ریسپوبلیکای سویتی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت و نخستین پرزیدنت اکادمی فنهای ریاست سوییتی سوسیالیستی تاجیکستان استاد عینی تعیین گردید و طی 3 سال آخر حیاتشان آن در همین میز و کرسی استاد فعالیت کردند که این میز و کرسی از مصر عرب تحفه شد به اکادمی فنها و بعد آنی که استاد عینی از حیات گذشتند حیات را پدرود گفتند پسرشان شادروان کمالدین عینی این میز و کرسی را با اسرخانه آورده همچون نگاره نادر حفظ کرده می شود. استادینی یک نسل خیلی خوبی دارند که در همین دوشنبه شهر زندگی دارند فرزندان استادینی بر حیات نیستند شدروان خالیده کمالدین و لطفیه خیلی برای رشد و رونق علم و فرهنگ و صنعت ملت خلق تاجیک خدمت ارزنده کردگی هستند حاضر اکنون پیوندان من شدروان کمالدین عینی ایرج لیلو بونو فرزندی لوتیاینی رخشون خیلی با ما در همکاری هستند پیوسته به واسطه در چوره بینی همون اشتراک میکنند برای آبادانی اسرخانه کوشش میکنند که سهمی خود را گذرانند در این تالاری که حاضر ما حضور داریم مجلس گاه نام دارد وقتی که استادینی بر حیات بودن در اینجا زندگی میکردن یک ایوانی تاجیکانه بودگی خیلی بعدن با تقاضای زمانه کمی دیگرگونی ها در آورده شده است و ما به تالاری مجلس گاه ترتیب عوض کرده ایم و بعضی محفل ها چورابینی های علمی فرهنگی مون در همینجا همراه دانشجویان میگذرانیم چون که اکنون برای گذراندن همین چورابینی ها عین مدعا است زی اماق فراموشخانه های تیره تاریخ زی خاکی که شده آماجگاه تیره بدخواهان چو ابیات پریشانی که من از رودکی میراث تو ما را جمع آوردی زی هر مجموعه و دیوان تو ما را زنده گرداندی و ما را شناساندی چو ایوانی ولنگاری که نه بام و نه دیوارش چو دیواری حصاری که نه سینجی و نه بالارش تو تاریخی خرابی خلق را ترمیم ها کردی شناساندی با بنیادش با فرهنگش با آثارش که ما هم آدمیم آخیر و از این عالمیم آخیر
сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ барои таҳкими адабиёт, барои гиромидошти забон, барои якпорчагии тоҷикистон мубориза бурдааст. Зиёрати қадамҷои ӯ корест хайру савоб.